السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده های معزز و گرامی، این مرد را همه شما میشناسید که این انسان در حقیقت یک مرتد است و یگانه هدف و مقصدش هم دشمنی با علما و دین مقدس اسلام است و خودش در هزارها ویدیو در هزارها جا اظهار کرده و گفته که من مخالف دین هستم و شما هم کلپایی را زیاد دیدین. پس جوانای عزیز مسلمان، بیایم فریب نخوریم و از حقیقت تیر نشویم که یگانه رای سعادت و کامیابی چنگ زدن به قرآن و دین محمدی است. این یک مرد یهود است که به نام مسلمان میخواهد نسل جوان گمراه بکنه و به طرف کفر دعوت کنه. سخنهای عجیب کفرآمیز میگه که این مفسد خبیث به اتفاق علمای جهان کافر است و از طرف کافرها این ساخته شده، پول داده شده تا این که چی بکنه؟ علی دین و مسلمان ها توهین بکنه. اما نزدیک است انشاءالله این آرمان هایش به گور میبرد و اونجا باز جوابگوی این همه اعمالش میباشد. جوانای عزیز، باید دفاع از اسلام، دفاع از علما بکنین. در زیر ویدیوهای از این آدم میرم میبینم چی و در جوانای بیدین وجود داره، گمراه شدن و با عیار کافر مرتد یک جا شدن علی علما و علی تخریب دین مقدس اسلام. عجب کوشش هایی را میکنن، زحمت هایی را میکشن. اینجا نگاه کنین، جالب است اینجا نگاه بکنین در این ویدیو که خودش میگه من علم ندارم. اعتراف میکنم که من نمیفهم او مردم. اعتراف میکنم که من خودم این امیال ضعیفتر از او هستم که بفهم که خالق ما کیست، چطور مرا خلق کرده، چرا. یعنی جاهل است، جهالت خودش علنا آشکار میکنه. جهل و نادانی در مقام نظر عمل بزرگترین مصیبت بشر است، چرا که همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت ریشش جهالت است. میشه که همه جهالت انسان برش آموزش داد و جهالتش از بین برد، اما انسان هایی که از عقل خودشان استفاده میکنه همیشه در همون جهالتشان باقی میمونه که ایره بدبخت کرده و بدبخت شده و گوش نمیده، مطالعه نمیکنه، فقط هوایی میگه. خودش هم میگه من علم ندارم، یعنی جاهل هستم. این جهالت هم من باید بگویم که این آدم با وجودی که جاهل است، نادان است، چیز علم نداره، عاقل هم نیست، بی‌عقل است. اگر عقل داشته باشه یک بار فکر در همین جهانی هستی بکنه، خودش میفهمه که در یک خالق وجود داره و خودش میفهمه که کدام دین برحق است. مشکل اینجاست که جاهل عقل هم نداره، آنقدر بی‌عقل شده که به خاطر پول و دو روز دنیای زندگی که روزای آخرش انشاءالله سپری کرده را ایست که دالت بد مریضی هم قرار داره که براش جز افسوس خوردن چیز دیگه نمیمانه و جز افسوس خوردن و آتش جهنم چیز دیگه باقی نمیمانه، با آن هم بیایه سخنهای گستاخانه و بی ادبانه را در مقابل شاعر اسلامی ما و شما بزنه. و جالب کجاست؟ جالب اینجاست که از اینکه پرسان میشه دین و مذهب چیست، همیشه بار ویدیوهاش اگر متوجه شده باشین میگه که مذهب ما انسانیت است. مذهب ما چی است؟ میگه انسانیت است. نه شما فلسفه موضوع نرین، در فلسفه موضوع بیان شما که پیچیده نتین. خب امیر گفتین که اول ما شما رو بگین که شما مسلمان هستین. اگه مسلمان هستین که باز از پیشان اکسان سوال میکنم اگر کدام مذهب دیگر قبول دارین، باز من سوال خودم میگیرم و کسی دیلیست که من خبست کنم. مذهب ما انسانیت است، دوستی، شفقت، محبت. اما خودش در چارچوب انسانیت قرار نداره، بلکه در نادانی و جهل و گمراهی است و بیخبر از این که انسانیت از کجا آموخته میشه. ببین شفیع یار، وقتی که تو میگی دین ما انسانیت است، کدام انسانیت؟ انسانیت چی؟ از کدام دین دفاع میکنی؟ از امی که ششتی مسخره بازی بکنی، ورشخند بزنی ادیانای مردم و یپای مفت و لودگی و بیعقلی خودت بزنی، امی انسانیت است؟ ای که تو گپ های توهین‌آمیز و کفرآمیز بزنی و خود مرتد کردی، انسانیت همیست؟ ببه دین انسانیت کدام دین است؟ دین انسانیت دین است که همی که تو رشخن میزنی، همی دینی را که شما مسخره میکنین، همی دینی که هر کس از او میترسه و تصور میکنه که دین باعث بدبختی شده. اما اصل انسانیت در دین است. از 5000 سال با فرستادن پیامبران گوناگون خالق جهان همی هدفش بوده که شما یک انسان خوب باشین. تا امروز رسالت پیامبرا، آمدن پیامبرا در جهان، صرف هدفش خوب بودن انسان ها بوده که یک انسان خوب باشیم. انسان الله شناس را برادر همدیگر خطاب میکنه. نظافت را نصف ایمان قرار میده. آموختن علم برای مرد و زن فرض میکنه. استثمار و استعمار فرد از فرد را ممنوع قرار میده. این عمو دینی است که
میگم من حیث یک انسان چی بخوری چی نخوری که برای مزاج انسانی تو خوب باشه. این دین است که گفت اگر یک نفر به قتل برسانی مانند است که همه بشریت را تو کشته باشی و قتل کرده باشی، و اگر یک نفر را نجات دادی مثل است که تو همه بشریت را نجات دادی. این دین است که به بنی آدم کرامت داد. این دین است که زن و مرد را از نگاه مدنی مساوی اعلام کرد. این دین است که گفت در امور مردم تجسس نکنین. اینمی دین است که گفت برای که مقام انسانیت را مقدم بشماری به کسی دیگه سوی زن نکو، گمانی بد نکو. این دین است که گفت با گرفتن سود مردم استثمار نکو. این دین است که گفت دست یتیم را بگیر. بله، اینمی پیامبرها آمدند برای آموزش و پرورش انسانیت، اما امروز چی میشنویم؟ دین ضرور نیست، دین ما انسانیت است. اما بی‌خبر از اینکه انسانیت را از کجا باید بیاموزند. تو فقط انسانیت را میفهمی که انسانیت است، اما انسانیت را نیاموختی. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیمشان میگه که پیامبر الله بهترین نمونه زندگی است که از او پیروی کنید. این یک گفته مشهور که افتاد به دو انگشت پنهان نمیشه. مایکل هارت مؤلف کتاب پرنفوذترین 100 شخص تاریخ را تالیف کردگی است، نوشته کردگی است، و در امو کتابش گفته که پرنفوذترین شخصیت تاریخ در جامعه بشری محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را فهرست کرده و زیادتر فهمیده که از کجا میتوانه انسانیت را بیاموزه. سبحان الله، انسانیت را از محمد صلی الله علیه وسلم آموختیم و دین ما اسلام است. و کدام دینی به نام انسانیت بدون نقش محمد صلی الله علیه وسلم در جامعه بشری وجود نداره. صلوات بر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بفرستیم. محمد و علی آل سیدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد.